انگلیس برای صعود مستقیم به جام جهانی نیاز به فقط یک امتیاز داشت، ولی بازی تا دقیقه 92 2-1 به نفع یونان در جریان بود تا اینکه بکام پشت این ضربه قرار گرفت و تونستش تیمش رو با نتیجه 2-2 به جام جهانی 2002 ببره. سلام و درود خدا بر شما باد. توی این ویدیو می‌خوایم بریم با هم دیگه بازسازی یکی از دراماتیک ترین گل مقدماتی جام جهانی رو توسط یک فرد زیبا به ثمر رسونده رو بازسازی بکنیم، آقای دیوید بکام. این گل یه داستان خیلی زیبا پشتش که سن من قد نمیده البته. یه لحظه اینجاشو گوش کنیم با حال یه تیکه کوچیکه توی جام این. اولا که این گل توی مقدماتی جام جهانی 2002 به ثمر رسیده، یعنی قبل از جام جهانی که حالا میگن جام جهانی مقدماتی اسمش. زیبایی کار چی آقا؟ توی جام جهانی 1998 دیوید بکام اخراج شدش و تیم انگلستان نتونست به مرحله بعدی برسه و شدش یه فرد منفور یا یه فرد چه میدونم، یه فردی که نگاه بد دارن مردم بهش که مثلا رو تو آقا نرفتیم بالا. اما اومدش جام جهانی 2002 این گل رو زد و اگر انگلیس 2-2 نمیشد این بازی، یعنی کاشته بکام گل نمیشد دقیقه 93-92 انگلستان نمیرفت به جام جهانی 2002، انقدر یعنی این گل حساس بود. این کاشته که زده شده و توسط به دیوید بکام گل شده از فاصله 25 یاردی دروازه بود که ما اومدیم یارد رو تبدیل کردیم به متر. 25 یارد اگر به متر تبدیل بشه میشه 22 متر و 86 سانتی متر، یعنی تقریبا همون 23 سانت 23 متر بابا 23 متر خاک تو 23 سانت که اندازه یه وجبه. از اون بالا داریم میبینید که این گل گفتم از فاصله اگر 23 متری تازه ما بخوایم در نظر بگیریم 23 متر میشه اینجا، 22 متر میشه اینجا، یعنی ما تقریبا باید قبل از اینکه 23 متر بشه یعنی تقریبا اینجا نزدیک این خطه، نکنی نزدیک این خطه، باید پشت این خطه ما گلو بزنیم. الان ما اومدیم تیم کلاسیک انگلستان آوردیم، تیم کلاسیک یونان هم آوردیم، ترکیبشون چیدیم، الان میریم میبینیم کیتاشون دقیقاً واسه همون موقع است. ولی کیت مثلا انگلستان یه ذره مثلا اون خط قرمزشو میبینی توی ویدیو، خط قرمز اینجا بود، حالا خیلی فرقی نمیکنه اینجا باشه اونجا باشه، ولی در کل هم گفتم میتونی امتیاز کم بکنی. خب در رابطه آقا با ترکیب تیما یه سری چیزا باید بهتون بگم صادقانه، راجع به ترکیب صادقانه یه چیزی رو بگم. اول در رابطه با یونان میگم، یونان ترکیبش به شدت افتضاحه. نکنین ترکیب دو تیم هر دوتاشون طبق این تصویری که داریم میبینین ترکیب یونان 4-4-2 بوده، طبق این تصویری هم که داریم میبینین ترکیب انگلستان 4-4-2 بوده، یعنی ترکیباشون دقیقا مثل هم بوده. منتها بازیکنای یونان خیلی هاشون نیستن، یعنی 4 تا دونه بیشتر نیستن، یکی دروازه‌بانشون درسته، یکی نمیدونم دفاعشون، یکی دی ام افشون، یه دونه اون مهاجم سمت چپشون. ولی ترکیب انگلستان اکثریت درسته، واسه همون زمان یکی دو تاشون مثلا رونی اون موقع نبودش با دروازه‌بانشون. و این همه تون بگم که اون موقع دیوید بکام همونجوری که دیدیم بازوبند کاپیتانی دستش بود، اینجا ما کاپیتانی رو دادیم به دیوید بکام. و این هم بهتون بگم ترکیب یونان درست نیست، به خاطر اینکه اصلا یونان تو جام جهانی فکر کنم نبود، برای همین اصلا یه تیمیه که ازش آپشن فایل خیلی سخت پیدا میشه، خیلی سخت، چون اصلا تیم مشهوری نیستش. بنابراین یه کمی ارفاق کنین روی ترکیب یونان بهم. برای بچه‌ای هم که دارن تازه واسه اولین بار این ویدیو رو میبینن با ویدیوهای بازسازیمونا، باید شما آخر هر بازسازی نسبت به اون بازسازی از 1 تا 20 نمره بدید و دلیل بگید. بازی اون موقع هم دقیقاً توی استادیوم اولترافورد بوده که ما هم دقیقاً همون زمان و همون استادیوم واسش تنظیم میکنیم. دیگه نمره اینو باید بهم بدید. تنظیمات بازی هم رو سوپر استار بیشتر از این نداره آقا، چون من خیلی به بازی ور میرم بیشتر از این نیست. به به دقیقاً داره اون زمان تداعی میشه. تداعی یعنی چی؟ آقا الان توی ویدیویی که شما دیدین 4 تا دیوار دفاعی واسه بود، الان اینجا 5 تا واسه، تقصیر من نیست، من نمیتونم کاریش بکنم. ما باید دروازه‌بان رو سلکت بکنیم، یه کمی بیاریمش اینورتر، تقریبا همینجا، تقریبا اینجا، تقریبا اینجا، خیلی نباید فاصله بگیره. دقیقاً اینجا که واکنشی نشون داده و توپو جوری بزنیم که کات بگیره با شتاب بره. بزنیم آقا ببینیم چه جوری میره. خیلی سخته بابا، فکر نمی‌کردم اینقدر سخت باشه. و این هم بهتونم گفتم شماره دیوید بکام توی بازی اصلی 7 بود، اینجا هم شمارش 7، اون پایینم معلومه. ببین دروازه‌بان رو ما باید سلکت کنیم بیشتر بیاریم این مرتبه بتونیم بزنیم. بعد دیوید بکام یکم باید کتابو بیشتر کنه آقای دیوید.
وای کاته خیلی زیادی به توپ میده، نباید انقدر کات بده. آقا داره بارون میاد، داستان چی؟ اول بازی بارون نبودا. نه کن ما باید اینجوری بگیریم، چقدرم بد زدم. او سب کن، دیوید بکام شده چه زد، یه کمی بالا رفت و پایین نرفت، اومد بالا گلش کنیم. آقا راستی دیوید بکام اونجا کچل بود، حالا اینجا مو داره، حالا ما واسش مو کاشتیم، حالا هی ایراد بگیر، مو داره الان از خداش هم باشه مو داره کچل نیست. والا باری دیگر دروازه‌بان سلکت گورشو گم کند این بر، من بزنم گل شه دیگه. وو این خیلی سخته هم کات بگیره هم سری بره، بعد اون اسکولم واکنش نشون نده. این که کات دار بزنی هم شتاب بگیره با این بازیکن سخته، چون این بازیکن کرلش زیاده. آقا این گل نشه من دیگه واقعا عصبی میشم، خیلی هم بدجا اصلا شیش دادم دیوار دفاعی گذاشتی که چه. دروازه ما ریاکشن نشون نداد، چرا گلش نکردی؟ صبر کن جوری بعد بزنیم به دیوار دفاعی برخورد نکن. آقا این گله، وای دوتا تیر، صبر کن گلش کن دیوید، گلش کن. بابا چرا هی میخوری تیر؟ سه بار پشت هم خورده تیر. اسکل چرا تو واکنش نشون میدی؟ نمیبینی داریم ویدیو میگیریم؟ آقا جان تو اینو گلش میکنم، به خدا اینو گلش میکنم. 14 کارت قرمز یا ابد فاز. آقا این گله، ببین انصافا این گله. وای مگه میشه اینقدر تیراک؟ بریم واسه بعدی رو میخوام سری جنگی ضربتی بزنم، خیلی هم از دروازه‌بان این بر باشه دیگه بی‌انصافیه. آقا ناکن اینجا رو میگیری میزنی یه کمی زاویه. وای تو چارچوب بزن دیوید، خدای دیوید بکام خوشگله یا علکی بزرگش کردن، چون منظر من زیبایی خاصی نداره. آها چه جای کاشته افتاد بهمون، این باید گل بشه دیگه انصافا. بالا سم یعنی بالا گوشه بالا، این باید گل بشه انصافا. چیکار کنم این واکنش نشون نده؟ آقا بزن تو چارچوب دیوید، دیوید بزن یا جان. چه گل زیبایی گل میزنه تمام دیوید بکام. تمام دیوید بکام هم قافیه است. آقا بعد گل بازبینی بشه با آخه رونی با اون ریش بده، این دیوید بکام این سنی نمیخوره انصافا. اگر توپ کات نگرفته باشد قضیه کنسله، چون باید توپ حتما کات بگیره و فکر کنم نگرفت. بذار ببینم، آقا توپ کات نگرفت، دقیقا همونجا رفت ولی کات نگرفته الان، قبوله یا نیست؟ ناکن توپ زده شد کات نگرفت اصلا، مستقیم رفت و این اسکون هم واکنش نشون داد. دوباره پس دیوید گلش کن جان من. بابا سخته نمیشه خون هاتسار، نمیشه این چهار نفره باید اینا واستن. آقا بذار یه کاری بکنیم، چون چهار نفره بذار من یه بار عقب‌تر تست میکنم، واسم چهار نفره وای میسن. ببین من آقا یه کار میکنم، یه جوری میزنم دروازه‌مون واکنش نشون نده ولی نمیشه کات دار زد، انصافا نمیشه کات دار زد. نزدی بیرون دیوید، چرا واکنش نشون میدی؟ آه بذار یه دونه با این زاویه بزنیم، آقا یه دونه با این زاویه بزنیم ببینیم چه جوریه. دروازه‌بان کمی اینجا باشه، وسط الان دروازه‌بان. آهان بزن تو چارچوب جان من. جون چه گلی میزنه؟ بابا دروازه‌بان واکنش نشون داد که، نمیشه اینجوری. بابا نباید واکنش نشون بدی، به چه زبونی من بهت بگم؟ من اوردمش وسط دیگه، تقصیر من نیست، این خود اسکوش داره واکنش نشون میده. ببینو بعد بیارم این برتر، اگه با سازی گل با واکنششو قبول دارین که الان شده، اما اگه قبول ندارین باید بره اون برتر واسه، چون نمیشه همش داره میگیره. دروازه‌بان یه جوری وایسا جان من، واکنش نشون ندیاد. وای وای دیوید بکام اینو گلش نکنم یعنی خاک، یعنی خاک واقعا، خاک ها خاک درستاوی، یعنی نوب خالص. واکنش نشون نده احمق. ببین باز دوباره دروازه‌بان سلکت میارم، خیلی دیگه نباید بره اونور، نباید اینقدر اسکول بازی در بیاره که، بزن بره تو گل دیوید. من آوردم 22 متری یعنی جلو که دیگه این خیلی نتونه واکنش نشون بده روی شوت هایی که زده میشه، خیلی نمیخوام ببرمش اونور چون خیلی غیر طبیعی میشه. جان من گلش کن دیوید. وای بهترین جا رو گل نکردی،
اینو دیگه گل نکنی دیوید بکن واقعا از دستت ناراحت میشه. یعنی دروازه‌بان تکون نمیخوری یا سرجات ها بتمرک سرجات. بی دیوید گلش کن جان من. آهان تمام همینو میخوایم. تمام شد و رفت. دو ساعت ما رو معطل کردی. بذار ببینم یه بازسازی ریز بکنیم احتمال خیلی زیاد درست درآمده باشه. ببین دروازه‌بان که واکنش نشون نداد، حالا یه کمی داشت راه میرفت، واکنش خاصی نداشت. خوبم زدم انصافا خوب زدم، واکنش خاصی هم نداشت، پرش هم نداشت. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده و دوست دارین که پارت های بعدی با سازی گل رو بسازیم، حتما توی کامنت ها بگین که چه گلی مد نظرتونه و همون گل رو میریم. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب. فراموش نشه فعلا تا ویدیوهای بعدی.